چیه؟ قهری؟ تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ احمقانه رفتار نمیکردی؟ متاسفانه جای من نیستی. ببین این کارو فایده ای نداره، فقط داری همه چی خرابتر میکنی. من کلی آرزو داشتم واسه خودم. خیلی خوب، باید قبلش با من حرف میزدی یا نه؟ من چیکار کردم اینقدر مسئله رو جدی گرفتی؟ آخه این درسته؟ به نظر تو چی درسته؟ ماشین آخرین مدل، خونه ویلایی، به مسافرت اونچنانی؟ خب این چیزایی که میگی اصلا بد نیست. منم دلم میخواد، ولی برام اصل نیست. بر من هست، به خاطر همین میگم باید قبلش با من حرف میزدی. ببین من و تو مثل دوتا صفر گنده این کنار هم، دوتا صفرم تا آخر دنیا اگه ضرب هم بشن بازم میشن صفر. ما اگه با هم باشیم میتونیم پیشرفت کنیم، پا به پای هم جلو بریم، میتونیم همه چی رو به دست بیاریم. با چی؟ با شاگرد خوسته ای تو که دارن برای کنکور میخونن، یا با پرونده ای که اگه تو آینده گیر من بیاد؟ این آینده ای که تو میگی خیلی دوره برای من. میدونی دیروز وقتی دیدم دنبال اون ماشین اونطوری میدویی، به خودم فکر کردم، دیدم تو خیلی حیفی. اگه دنیای ایدالی داشتیم شاید زن تو میشدم، اون وقت با هم زندگی میکردیم، به قول تو کار میکردیم، با به پای هم. راه من و تو از هم جداست، پس اینقدر خودتو سنگ ریخ نکن. سلام. سلام. ببخشید دیر کردم. دیر نکردیم. یه وقت فکر نکنی از این زنام که شوهراشونو منتظر میذارن ها؟ نه. ولی تو هم یه وقت فکر نکنم از اون شوهرام که زیادی منتظر زنشو میمونن ها؟ بدجنس. سلام. بیشی همه چی مرتبه؟ بله. اینا چیه؟ نمونه قراردادا. یه مشاور حقوقی خوب باید از تمام قراردادهای شرکت خبر داشته باشه، غیر از اینه؟ نه درسته. خونت راضی هستی؟ عالیه، منظره خوب داره، قشنگه. از همه مهمتر کسی کاری به کارم نداره، همه وسایلم هم چیدم. دستنا؟ نه با یکی دوتا از همکلاسی ها. راستی شما با چند تا از همکلاسی هم امشب دعوت خونه من؟ به چه مناسبت؟ به مناسبت خونه جدید دیگه. من تنها؟ نه با هر کی که دلتون میخواد. من این پرونده رو با خودم میبرم، باور میکنی من به عنوان رئیس شرکت از وجودی همچی قراردادی اطلاع ندارم؟ این داره ناصر بسته. آقای محسنیان واقعا ممنونم. بیشی میکارت برس بیشی. راستی میخواستم بگم این کد خیلی بهتون میاد. ممنون. ناصر رو خبر کن بیاد. اومدن آقا. کجاست؟ تو اتاقتونه. سلام داداش. سلام. تو این پرونده رو دادی به تراب میشاد؟ آره، مگه چی شده؟ قبل از اینکه پرونده‌ای بهش بدی
با من هم هنگ کن. من گفتم مشاور حقوق شرکت حتما باش نداریم دیگه. آدم با باباشم نداره ولی همه چی رو بشته میگه. شب کجا بودی؟ خونه. خونه؟ آدم با داداشش هم نداره برای همه چی رو بهش نمیگه. شب خونه سیامک بودی؟ صد دفعه بهت نگفتم دوره برای این رفیقای علفی تو خط بکش؟ من فقط رفته بودم یه سر بهشون بگم که این داروخونه پویا جنس خواسته چیکار کنم؟ خب بهشو بده. هنو بده کارن ها. یه 4-5 تومانی میشه. اب نداره. بهشون بده. ولی باشون اتمام موجت کن که از این به بعد باید فاکتور به فاکتور تصفیه کنم. وگرنه از جنس خبری نیست. چش. کاش که تو همه کار اینجوری میگفتی چشم. از این به بعد کلن چشم داداش. ازدواجه. کیو میگی داداش؟ این عاطفه؟ داداش اون که خیلی ستمه. تو چه گفتی رو حرف من حرف نمیزنی؟ داداش من اون یه روز زیر سقف باشیم هم دیگه رو میکشیم. من همه چیزم رو نروشه. اونم وقتی من میبینم دیاسپام لازم میشم. هرچی میخوایی بخوا. این یکی رو من نخوا. داداش هم نیلوفر چی میشه؟ با تصمیم این دختر قربتی رو جلوی من نیار. داداش نیلوفر کجاش غربتیه؟ ست هایی مثل این آتفره میخره و میفروشه. خریدی که آدم رو درخت بیبار که سرمایه گذاری نمی کنه. بیا تو. آقا امنت شما؟ بهش فکر کن. الان هیچی نگو. تا شب بهش فکر کن. الو سلام علیکم. نمک نخوره، نذار این سیگار بکشه، تا دو هفته دیگه هم داروهاشو ادامه. برو چشم. خدا از برادری کمت نکنه آقای دکتر. خانم پرستار تزریقش آماده است؟ بله. بفرمایید. بعد حواست باشه دست 48 آب نخوره. چشم. سلامت بابا جان. بفرم. بعدی رو لطفا میگی بیا تو. چشم. سلام عزیزه. سلام عزیزه. بفرمه. بفهمه. راستش آقای دکتر من همونم که چند هفته پیش داداشم آوردم پیش شما. یادتونه؟ همه تاسفانه.
همون که صورتش زخم شده بود فوت کرد. گفتید شاید از گوشتای آلوده باشه. بله، خدا رحمتشون کنه. خدا هم با تو شما رو هم بیامرزه. من اول حرف شما رو قبول کردم، دهنمو بستم، ولی بعد که رفتم خونه دیدم به یه آدمی مثل شما نمیتونم دروغ بگم. آی دکتر، یه آدم معتاد اگه آبروداش معتاد نمیشد، من چرا دروغ بگم؟ چی مصرف میکرده؟ هرچی دستش میومد. این آخرم که زده بود تو کراک. بهمنه؟ آره خودشه. اینجا چی کار میکنه؟ شد دعوت داره. نه بابا، عاطفه سایه‌شو با تیر میزنه. بچه‌ها فکر کنم متوجه ما شد. بریم بریم. خوب هستین شما؟ ممنون. مبارک باشه خونه جدید. ممنونم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. به به به. چطوری بچه‌ها؟ ممنونم. خیلی دیر کردین. میدونی توی کوچه کیو دیدم؟ بهمنو. مطمئنی؟ آره بابا، زل زده بود به ساختمون. آدرس اینجا رو از کجا آورده؟ حتما تعقیبت کرده. بعید نیست. بلش کنیم بابا. بفرمایید. بفرمایید. آقا عالیه، دست شما درد نکنه. واقعا تا قبل از خوندن مصاحبه شما باورم نمیشد که داروهایی وجود دارن که بتونن انقدر خوب جلوی پیشرفت سرطان رو بگیرن. من خودم هم از این پیشرفتای عجیب غریب علم داروسازی تعجب میکنم. هیچ داروی جدیدی هم پیدا شده؟ بله، مثلا در مورد بیماری ایدز دارویی کشف کردن که میتونه جلوی پیشرفت این بیماری رو به طور کامل متوقف بکنه. عجب. البته هنوز تست انسانی نشده، ولی رو حیوانات جواب داده. چه بوی غذایی میاد؟ ببخشید یه خورده دیر شد. تا نیم ساعت دیگه غذا آماده است. نه، همچی دیرم نشده. از بوشم معلومه که حسابی خوشمزه است. عاطفه جان غذای شیرازی برامون درست کردن. این آقا ناصر ما خیلی غذای شیرازی دوست داره. من این نداداش. بله. بچه ها یه دقیقه میای؟ چشم. دیره هم شده داداش، من برم. بری بچ، بری بچ، ببینم. چیه؟ فکر کنم این آقای محسنی ها تو رو برای داداشش زیر نظر گرفته. چرا اینو میگی؟ به حرفم شک نکن، تابلوه. ولی برعکس خودش که خیلی باحاله، داداشش خیلی گنده دماغه. ظاهرش اینطوریه، همچه آدم بدی هم نیست. اه؟ پس مبارک میگو. ایشالله خدا تو رو هم شفا میده. چرا بهت بر میخوره؟ خودت میگی آدم خوبیه عروس خانم. بیمزه. الو. سلام. بفرم. سلام، میخواستم با آقای تراب نجات صحبت کنم. کجا
خدمتتون باشه. حسین آقا، با شما کار دارم. سلام، بفرمایید. آیتون کجا؟ بله خودم هستم، بفرمایید. من از حراست دانشگاه مزاحمتون میشم. خواستم راجع به دخترتون عاطفه ترابنژاد صحبت کنم. یه لحظه گوشی خدمتتون. اتفاقی افتاده؟ نمیدونم اسمش اتفاق بوده یا نه. ولی دخترتون در یک هفته گذشته یک شب هم خواب نگذاشت. ما طبق وظیفه‌ای که به عهده مونه باید شما رو از ماجرا باخبر می‌کردیم. بقیه‌اش به عهده خودتون. شما که هماهنگی با ایشون. یه هفته است که خوابگاه نیومده. شما مطمئنی؟ پس از ماجرا خبر ندارید. شما آقایه؟ عرض کردم از حراست دانشگاه مزاحمتون میشم. فرمودین آقایه؟ من وظیفه‌مو به نحو احسن انجام دادم. خداحافظ. دست درد نکنه. خیلی خوشمزه شده. نوشه جونتون. دست دخت عاطفه خانم حرف نداره. بله. بله. دست شما درد نکنه. خیلی خوبه. سلام عاطفه. خوبی بابا؟ ممنون خوبم. شما خوبین؟ مامانا خوبن؟ کجایی بابا؟ خب خوابگاه هم دیگه. تلفن زدم حالتو بپرسم. داشتم درس میخوندم. چیزی شده؟ مگه قراره چیزی بشه؟ کم و کسری نداره که. نه همه چی خوبه. خیلی خوب، مواظب خودت باش. سلام برسونید. خداحافظ. خداحافظ. البته تو همین اوضاع ناجورم یکی از دوستام هست. خداییش خودشو خیلی خوب کشیده بالا. چطور مگه آقا اسماعیل؟ میگن پدر خانومش مثل اینکه یه مدیر خورده پاه، ولی خیلی خوب ساپورتش میکنه. خب پدر زنش اشتباه میکنه. به میگن رانت خاری. یالا. بفهمی. چیزی شده بابا؟ من یه کاری پیش اومده، باید برم تهران. عاطفه دوری شده؟ نه بابا، کار دیگه ای دارم. البته به عاطفه همه سری میزنم. فقط بهش تلفن نزنین، نگرانش کنین. چشم. به خاطر یه پرونده باید برم تهران. کی میخوایم بریم؟ همین امشب. به فعلا زنگ میزنم یه بلیت برام پیدا کنم. خوبیه دادستان بودن همینه دیگه. هر وقت بخواین جا هست. هیچ کس هم نمیگه راندخاریه. با ما تا فرودگاه میرسونیم تو. میرم ازشم. بالاخره خوابی؟ آره خوابش برد. بفرمایید، اینم یوخه شیرینی مخصوص شیراز. بفرمایید. خانم شما چرا زحمت میکشین؟ اجازه بدید من تعارف کنم. ممنون. بفرمایید جناب محسن. بفرمایید. ممنون. ممنون آقا. باید برم داداش، دیرم شده. کجا میخوای بری؟ بیکی بشین.
باید برم داداش. ناصر خان، دلتون میاد شیرینی به این خوشمزه گیر نخورده بذاریم برین؟ اینم از شیرینی. بابت همه چی ممنونم. خداحافظ زمین. شما کجا؟ یه چیزی به ناصر بگم برمیگردم. صبر کن ببینم. کجا میری؟ داداش با اجازت من دیگه باید برم. خرنشو برگرده ببینم. داداش من مخلصتم. دور منو خط بکش. آخه دختر به این خوبی ندیدی چه دستپختی داره؟ چی من میگم شما یه چیز دیگه میگی. من که نمیخوام بدبخت بچی. من چی به خونواده داره تحصیل کرده است. همینه که میگین درست، ولی آخه من محبت چه مرگته؟ چیه؟ چرا تو لکی؟ هیچی. نه انگار از یه چیز ناراحتی. من ناراحت نیستم، ولی بابا سرشم از حرفت ناراحت شد. ای بابا چه حرفیه؟ بابا تا صرف من ناراحت نشد. بعد از صحبت که با عاطفه کرد به هم ریخت. به من چه ربطی داره؟ آه باور نمی کنی؟ یه زنگ بزن به عاطفه بگو چی به بابا گفتی که نصف شب را افتاد اومد تهران. عاطفه الان خوابه. بعدم چرا اونو زابرا کنم؟ یه زنگ بزن که اینقدر به شوهر تهمت نزنی. میخوای من باش صحبت کنم ببینم مزه دهنش چیه؟ داداش مرگ من، این یه کار دیگه نکن نیلوفر بفهمه بدبختم میکنه. از این دختره جلو من نیاد، خوشم نمیاد. داداش من دیگه واقعا باید برم. نوکرتم. نوکر نمیخوام. ناصر، ناصر ببین چی میگم. چی میخوای؟ جناب علی کلانتری؟ پسر جون، وقتی یکی بهت میگه نه، دیگه نباید مزاحمش بشی. برو اینجا وای نایسا. نرم میخوای چیکار کنم؟ سلام نرگس. سلام. تو هیچ معلوم از کجایی؟ خوابگاه. سرشبیم بابا زنگ زد. مطمئنی خوابگاهی؟ یه تلفن به باباشو داره میاد تهران. نگی من بهت گفتم. خدا از مونتروسریه خوشت اومد؟ ما قبلا حرفامون رو زده بودیم. تو هم قبول کرده بودی؟ من قبول نکرده بودم، فقط سکوت کردم. خب سکوت همون علامت رضاست دیگه. داری با حرفات اذیت هم میکنی. ببینم الان بیشتر اذیت میشی یا اون موقع که یه لقمه نون تو سفرمون نبود دستمون جلو غریبه آشنا دراز بود؟ اصلا این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ نرگس خودتو به اون راه نزن، تو خودت ربطشو بهتر از من میدونی. من به حضور چنگ و دندون تونستم خودم و قاطی این آدم ها بکنم. مهندس و دار و دستش تا پارسال جواب سوال من و همسال من هم نمیدادن. حالا یه دری به تخت خورده، منم به چشم این جماعت اومدم. میخوای سر امولبازی تو همه چی خراب شه؟ من اگه از روز اول امول بودم، چرا پاشنه در خونه رو در آوردی تا زنت شم؟ اون روزا منم امول بودم، اما حالا چشم و گوشم باز شده. نرگس، نرگس خانم،
من که با تو دعوا ندارم، میگم به خاطر آینده امیر، به خاطر آینده خودت یکم وا بده. ای بی غیرت، واقعا برات متاسفم. یعنی آینده من به اینه که چادرمو بردارم بزک کنم دنبال آقا را بیفتم از این مجلس به اون مجلس؟ این آخرین باریه که سر این مسئله باهات بحث میکنم. یا اینقدر میفهمی که به خاطر حفظ زندگیمون یه تغییری میکنی، یا میشینی یه گوشه فقط تماشا میکنی. شنیدی چی گفتم؟ فقط تماشا میکنی، نه جیک میزنی نه غور میزنی. هر اتفاقی هم بیفته پای خودته. آخه منم آدمم، تا کی میتونم این مجلس ها و مهمونی ها رو تنها برم؟ داری منو تهدید میکنی؟ آره تهدیدت میکنم، چون حالیت نیست. همین حاجی، همین حاجی که اینقدر نگرانشی، اگه من تا 2 سال دیگه نتونم بدهیشو بدم میدونی چی راجع به من فکر میکنه؟ تو فقط تا نوک دماغتو میبینی، من دارم اون ور کوهم میبینم. بابا من که نمیگم دین و ایمون تو بذار کنار، میگم به خاطر حفظ کار شوهرت هم که شده میونه یه عده تغییر کن، همین، اونم فقط یه عده خاص. میشه بابات اینا همونی باش که همیشه هستی، خود دانی. از اینجا با شما تماس نگرفتن؟ کسی که تماس گرفته اسمشو نگفت؟ نه خیر، فقط گفت دخترم 2-3 شبه که خوابگاه نمیاد. به هر حال اینجا نوشته شده که دختر شما اعلام کرده رفته شهرستان. بفرمایید. سلام. سلام. ایشون پدر عاطفه تراب نجات هستن. سلام، خوبین؟ من مریمم. سلام دخترم، تو از عاطفه خبر نداری؟ راستش آره، اما چی؟ عاطفه 3 روزه که بیمارستانه. بیمارستان؟ بابا داره میاد. یادت نره ها، من 3 شب بیمارستانم. قیافم با آدمای مسموم میخوره؟ با اون همه قرصی که تو خوردی دکتره میگفت شانس آوردی که نمردی. فقط رفتار دادی باشه انگار نه انگار. عاطفه. سلام. سلام. سلام دخترم، چی شده؟ کی شما رو خبر کرد؟ یه مسمومیت ساده بوده، خودم الان با دکتر صحبت کردم، چیزی نیست، تا چند دقیقه دیگه مرخص میشه. خب باور نمی کنی به گوشی خودش زنگ بزن. خواسته ملاحظه کنه، نخواسته نگرانش بشه، همین. خداحافظ. سلام. سلام، برای ترخیص اومدین؟ بله. اسم بیمارتون رو بفرمایید. عاطفه تراب نجات. ببخشید شما با ایشون چه نسبتی دارین؟ من پدرش هستم. Thank you.
میکنم یه اشتباهی شده. چه اشتباهی؟ دختر من 3 شب اینجاست ولی تو این برگه نوشته 1 شب. نه درسته، دیشب ساعت 1:30 بستری شده. دیشب؟ بله. مطمئنی؟ بله مطمئنم. ببخشید بابا، شما رو از کار و زندگی انداختم. مگه امروز دادگاه نداشتی؟ چی خورده بودی که اینجوری مصموم شدی؟ غذای بیرون، فکر کنم مونده بود. میخوای چند روز بریم شیراز سر حال بشی؟ نه، همینطوریشم کلی از درس و عقب افتادم. امروز هم باید از اینجا مستقیم برم دانشگاه. بچه ها کلاس ساعت چند شروع میشه؟ فکر کنم یه ساعت دیگه. ببخشید مزاحم شما شدم. نه خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ یه دقیقه صبر کنی میرم تاکسی صدا کنم. مواظب خودت باش دخترم. چشم. شما کجا میری؟ برمیگردم شیراز. پول لازم نداری بهت بدم. نه ممنون دارم. خدافظ. 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 زحمت بریم عقب‌تر، اونجا منتظر بشیم. همینجا خونه. کیفمو بده. کجا؟ یه کاری دارم بعدش میرم خونه. من این کلاس نمیای. نه باید برم خونه رو مرتب کنم. خب حالا بیا بریم کلاس، بعد با هم میریم ردیفش میکنیم دیگه. گیر دادی ها، گفتم که حالشو ندارم، مریضم، ندیدیم بستری بودم. خیلی خب بچه ها، شما برین، من یه کار خیلی مهم دارم. بریم. چیه؟ آخه تصادف کردی؟ تو به بابای من زنگ زدی؟ خیلی بچه ای، البته بچه پر رو. من زنگ نزدم. حداقل اینقدر مرد باش، پای کاری که کردی وایسا. اصلا من زنگ زدم که چی؟ چی میگی؟ با این کارت گور خودتو کندی. اون یه ذره‌ای هم که رو حساب می‌کردم تموم شد. بپا دوباره تصادف نکنی بچه زرنگ. لطفاً اون ماشین رو تعقیب کنید.